خب دوستان توجه بفرمایید، در این قسمت در رابطه با ساختن زمان گذشته در زبان آلمانی صحبت میکنیم. چطور جملات زمان گذشته را در زبان آلمانی بگیم؟ ما تا حالا در واقع به این صورت میگفتیم که میروم، مینویسم، یا مثلا تو می آیی و غیره، اما حالا میخوایم راجع به زمان گذشته صحبت کنیم. خب اولین قدم این هست که با پارتیسیپ آشنا بشیم. همونطور که مشاهده میفرمایید، آشنایی با پارتیسیپ به معنی صفت مفعولی هست. خب پارتیسیپ دوستان در واقع یک قسمت از فعل گذشته است. فعل گذشته از دو قسمت تشکیل شده که یک قسمتش پارتیسیپ هست. اول باش آشنا میشیم، بعد از اون فرمول کلی زمان گذشته رو میگیم و جمله سازی هم انجام میدیم. خب دوستان در زبان آلمانی دقیقا شبیه زبان انگلیسی ما دو نوع فعل داریم، یا افعال با قاعده هستن یا بی قاعده. برای افعال با قاعده ما کافیه که به قبل از ریشه فعل همونطور که مشاهده میفرمایید گ اضافه کنیم و به پایان بعد از ریشه در واقع بعد از ریشه فعل تی اضافه کنیم. به این صورت پارتیسیپ ساخته میشه برای افعال با قاعده. خب مثال زدیم، مثلا فعل لرنن. خب همونطور که مشاهده می‌فرمایید ریشه فعل همون قسمتیه که با حذف ان به دست میاد، یعنی مثلا ریشه لرنن لرن هست. خب قبل از لرن گ اضافه کردیم و بعدش هم یک تی شده گلرنت. گلرنت در واقع پارتیسیپ یا همون صفت مفعولی در واقع فعل لرنن هست، گلرنت. یا فعل زاگن هم که یک فعل با قاعده هست، خب ریشه زگ هست، قبل از زگه و بعدش هم یک تی اضافه کردیم شده گزکت. خب لرنن به معنی یاد گرفتن، زگن هم به معنی گفتن هست و پارتیسیپش هست گزکت. یا ماخن باز به همین صورت گماخت، ریشه ماخ هست، قبلش گ بعدش تی گماخت. کاوفن باز ریشه کاوف هست میشه گکاوفت. خب ماخن هم دوستان میدونید به معنی درست کردن یا انجام دادن هست و کاوفن هم به معنی خریدن هست. پس لرنن گلرنت، زگن گزکت، ماخن گماخت و کاوفن گکاوفت هست. اینها دوستان در واقع افعال با قاعده هستن که برای ساختنشون، ساختن پارتیسیپ یا همون صفت مفعولیشون کافیه به همین صورت عمل بکنیم. اما برای افعال بی قاعده دوستان راهی نیست به جز اینکه پارتیسیپشون رو حفظ کنیم، یعنی در واقع همونطور که از اسمش پیداست بی قاعده هست و قاعده ای برای ساختن پارتیسیپش وجود نداره. پس تنها راه این هست که ما شکل صفت مفعولیشون رو حفظ کنیم. خب مهمترین ها رو دوستان در اینجا میتونید مشاهده بفرمایید. خب دوستان فعل ها در کنار صفت مفعولیشون دیده میشن. فعل اول زاین هست به معنی بودن که صفت مفعولش هست گوزن. خواهش میکنم دوستان حتما تکرار بفرمایید، زاین گوزن. نیمن گنومن. نیمن دوستان به معنی گرفتن یا برداشتن یا بردن هست. نیمن گنومن. گهن به معنی رفتن، پارتیسیپش هست گگنگن. گهن گگنگن هست صفت مفعولش. کومن به معنی دوستان. ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمی کنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج های ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.